همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. از شهر زیبای پاریس با شما سخن میگویم و از این نوری که از پنجره این خانه‌ای که در اون مهمان هستم، یک روشنایی طبیعی به این برنامه میتابه و این است که اگر در درازای این برنامه چهره من کمرنگ و پررنگ شد، این به دلیل نوری است که از پنجره میتابه و نه به دلایل فنی. بر روی از این شهر پاریس با شما درودهای گرم میفرستم و امیدوارم که برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم. امروز در چند زمینه با شما سخن خواهم گفت که پیوند با یکدیگر هم دارند. نخست این است که نامه ای از دوستی از ایران رسیده، از من هم خواستند که نام ایشان رو به کار نبرم و این رو به گوش گرفتم و نام ایشان رو استفاده نمی کنم، ولی پیامی که فرستادند شاید در برگیرنده پیام بسیاری از شما هم میهنان یا جنبه هایی از اون باشه که بر روی پاسخ دادن به این نامه تنها پاسخ به ایشان نیست. و چون در این روزهای گذشته من درباره سوریه هم در برنامه یک کلمه و هم در برنامه برگی از تاریخ با آقای مهری با شما سخن گفتم، این است که پرداختن به این نامه درست و بجاست. سپس میپردازم به یکی از انگیزه هایی که من رو این بار به اروپا کشاند، شرکت در برنامه بزرگ داشته آقای مهدی خانبابا تهرانی، از کوشندگان جنبش سیاسی چپ ایران و از آدم های بسیار نیک روزگار و 84مین سالگرد زادروز ایشان بود و گروه زیادی از دوستان ایشان در یک میهمانی نیمه خصوصی در رستوران گرده هم آمده بودند و به ماجرای یافتن جنازه رضا شاه خواهم پرداخت و در این راستا با شما درد دلهایی خواهم کرد و گفتگوی با شما خواهم داشت. نخست اجازه بدهید که به این نامه همیهن گرامی پاسخ بدهیم. ایشان میگویند که درود بر استاد گرامی آقای محمد امینی، امیدوارم که شما خوب و خوش باشید. درباره برنامه کلمه مورخه 20 آوریل 2018 سخنی با شما داشتم. البته چنین می نماید که این همیهن گرامی از ایران برنامه پس از اون رو که من با آقای مهری درباره علویان داشتم ندیدند و در نتیجه توضیحی که می دند اون رو در بر نداره. شما علویان سوریه را شیعه نامیدید، در حالی که علویان شیعه نیستند. علوی ها در واقع اهل حق یا یارسان هستند و سابقه تاریخی به مراتب کهن‌تر از مسلمانان و شیعیان دارند. دو، گفتید که جای ایران در این ستیز یا جنگ داخلی سوریه نیست، یعنی مهمترین کشور خاورمیانه یعنی ایران دست روی دست بگذارد، نزدیکترین متحدش را در منطقه نابود کند و اسرائیل نیرومندتر شود. نمی شود همه کارهای حکومت آخوندی را تخطئه کرد. به نظر بنده برخی از کارهایشان درست و ثواب است، از جمله حمایت از حزب الله و جمهوری عربی سوریه که در خط مقدم مبارزه با کشور جعلی سوریه کشور جعلی اسرائیل قرار دارند. لطفاً دامش رو دیگه نمیخونم، خواستن که من نام ایشان رو محفوظ بدارم. خب نخست این است که همیهن گرامی، من در برنامه بلندی که با آقای مهری داشتم درباره چگونگی شیعه خواندن علویان و یا نصیبیان یا نصیبیان سوریه سخن گفتم و اشاره کردم که اینها شیعی به مفهوم آنچه که در ایران ما شناختیم نیستند. اینها بیشتر شاخه‌ای هستند که پیرو علی ابن ابی طالب و یاران او هستند و حتی علی رو تا جایگاه خدایی هم میرساندند. امروز اندکی برخی از رهبران اونها
در دیدگاه های خودشون تا حدودی کوتاه آمدند، ولی دلیل این که من اینها رو شیعه خواندم به دلیل این است که جمهوری اسلامی از زمان سخن آقای خمینی، فتوای آقای خمینی و پیش از اون فتوایی که یکی از رهبران شیعی لبنان داد، اینها رو شیعه خواند و بیشتر هم سودای سیاسی در کار بود که اینها رو شیعه بخوانیم، در حالی که دولت علوی سوریه اصلا رفتار مذهبی پیشتر نداشته. یعنی همین دولت بشار اسد و پدر او میدانیم که رفتار شیعی مذهب و حتی رفتار دینی نداشتند و آدم های سکولار و حتی سوسیالیستی بودند. حزب سوسیالیست بعث سوریه که آقای پدر آقای بشار اسد، حافظ اسد رهبر اون بود و پیشتر کسان دیگری این حزب پای گذاشته بودند، اصلا دیدگاه دینی نداشت. در مرامنامه حزب چیره در سوریه هنوز هم یکی از مفاد برنامه جدایی دین از سیاست و دولت هست. بنابراین درست میگویید که اینها جدا پایبندی به آیین شیعی ندارند، اما از اونجایی که دولت جمهوری اسلامی و رهبران شیعی سوریه ببخشید لبنان اینها رو شیعی خواندن تا یک نوع اتحادی رو با اینها به وجود بیاورند، من هم از این واژه استفاده کردم. اما در مورد بخش دوم سخن شما چند، و این سخن تنها شما نیست، میدانم در میان بسیاری از هممیهنان ایرانی این دیدگاه جدی است که ما ایرانیان باید در سوریه باشیم، سوریه رقیب اسرائیل است و ما نباید از اون دست بکشیم. نخست پرسش من از شما این است که شما که کشور اسرائیل رو کشور جعلی میخوانید، من به رفتار نادرست دولت کنونی اسرائیل و دولت‌های پیشین اسرائیل نسبت به فلسطینیان نمیپردازم. جای گفتگو نیست که این رفتار بسیار خشونت‌آمیز، ددمنشانه، ضد حقوق بشر است. در این جای گفتگو نیست. ولی چرا دولت اسرائیل دولت جعلی است؟ یعنی بر چه پایه‌ای باید گفت که این دولت جعلی است؟ ولی بسیاری از کشورهای جهان، از جمله نزدیک به 100 کشور که در 100 سال گذشته شکل گرفتند، ببینید از جنگ جهانی اول به این سو و سپس از جنگ جهانی دوم به این سو، و بسیاری از این کشورها مرزهایشون با خطکشی تعیین شده، اینها کشورهای راستین هستند و چون ما ایرانیان مسلمان با اسرائیل دشمنی داریم، اسرائیل جعلی است. همون دورانی که مرزهای اسرائیل تعیین شد، اندکی پیش از اون، خیلی حتی پیش از اون، شاید نزدیک 20 و اندی سال پیش از اون، مرز کشورهای دیگر خاورمیانه تعیین شد، کشورهایی که پیشتر بخشی از امپراتوری عثمانی بودند. شما نگاه کنید به نقشه کشور عراق، سوریه، کویت و عربستان و این خطکشی‌های مستقیم رو نگاه کنید که کسی بر روی یک برگ کاغذ خطکشی گذاشته و خط کشیده و مرز این چند کشور رو با هم تعیین کرده. خب چرا این کشورها جعلی نیستند؟ یعنی کشور کویت از چه زمانی در درازای تاریخ کشور شده که ما در مورد کشور اسرائیل بگوییم که این کشور جعلی است؟ یعنی مردمی با پیشینه کهن، یهودیانی که بر روی پایگاهی در این منطقه داشتن، حالا آواره شدند، جدا از این سرزمین شدند، کاری به چگونگی پیدایش دولت اسرائیل ندارم، ولی واقعیت این است که اینجا سرزمین یهودیان بوده، سرزمین کهن یهودیان بوده، بخش بزرگی از اسرائیل کنونی. چرا این کشور جعلی است و چرا کشور کویت جعلی نیست؟ چرا امارات جعلی نیست که واقعا ساخته شده؟ چرا قطر جعلی نیست؟ کدام یک از این کشورها بیشتر وجود داشته؟ آیا شما می توانید بازگردید به تاریخ و 200 سال پیش نامی از کشور عربستان سعودی بیابید؟ خب آیا می توانیم بگوییم کشور عربستان سعودی جعلی است؟ نه. بسیاری از این کشورها در درازای 100 سال گذشته شکل گرفتند.
برخی اندکی پیشتر 150 سال. انگوش شمار کشورهایی هستند مانند ایران، ترکیه که بر بستر امپراتوری بزرگ عثمانی شکل گرفت، یا کشورهای کهنی مانند یونان یا چین که اینها پیشینه تاریخی بسیار کهنی دارند. حتی این کشور ایتالیا، این کشور ایتالیا کشور نوبنیادی است. کشوری به نام ایتالیا تا انگامی که گاریبالدی در واقع این دوکنشین ها و واحد های مستقل رو با هم متحد کرد وجود نمی داشته. آیا ما می توانیم بگوییم که کشور ایتالیا جعلی است؟ تنها دلیلی که ایرانیان مسلمان تبار اسرائیل رو جعلی می خوانند به دلیل تبلیغات گسترده ای است که در سالهای پیشین درباره صهیونیسم و یهودیان و غیره به راستی بر ما تحمیل شده و خیلی ها این رو پذیرفتند و حتی این واژه صهیونیسم رو به عنوان یک پدیده بسیار پلید پذیرفتند. بسیاری از ایرانیانی که ناسیونالیسم ایرانی یا حتی به ویژه ناسیونالیسم ترک یا ناسیونالیسم کرد رو میپذیرند، نمیدانم چرا ناسیونالیسم یهود رو نمیپذیرند، چون صهیونیسم چیزی جز ناسیونالیسم یهود نیست. یعنی گروهی از یهودیان که سرزمین نداشتند دست به کار اندیشه‌ای شدند که به صهیونیسم نام‌آور شد و این در میان دیگر مردم بدون سرزمین هم وجود داشته، مانند پیدایش داشناکسیون در میان ارمنیان برای ناسیونالیسم، مبارزه برای ناسیونالیسم ارمنیان، داشناکسیونیسم ارمنی. ما هم ایرانیان هم اگر بدون سرزمین بودیم شاید چنین ناسیونالیسم گستاخی در میان ما، ناسیونالیسم مهاجمی در میان ما شکل میگیره. من در اینجا نمیخواهم رفتار دولت اسرائیل رو نسبت به مردم فلسطین اصلا توجیه کنم، اون رو محکوم میکنم و بسیار ناشایست و نادرست میدانم، اما ما باید از این فرهنگ جعلی بودن کشور اسرائیل دور بشویم، چون این جعلی خواندن کشور اسرائیل به این معناست که ما میخواییم کشور اسرائیل رو از میان ببریم. براستی هم میهن گرامی، شما چنین میاندیشید که کشور اسرائیل رو از میان خواهیم برد یا اصلا باید از میان ببریم؟ تکلیف این همه مردم یهودی که در اونجا زندگی میکنند چیست؟ جدا از اینکه کی به اونجا آمدند، چرا ما نمیتوانیم در کنار کشور اسرائیل کشور فلسطینی داشته باشیم، کشور اردن و سوریه داشته باشیم و لبنان و اینها با در کنار یکدیگر در یک روابط منطقی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی زندگی کنند؟ چرا ما نمیتوانیم بپذیریم که کشوری به نام اسرائیل نه تنها میتواند بلکه باید وجود داشته باشد و کشور اسرائیل اگر مسئله دعوای جمهوری اسلامی با اسرائیل نباشد ضرورتا ما سر ستیزی با او نداریم؟ ما چرا باید اسرائیل رو جعلی بخوانیم و سر ستیز با اون داشته باشیم؟ چرا باید در رویدادهای داخلی سوریه هوادار و همیار و همبازی انتخاب کنیم؟ کجای جنگ داخلی سوریه با منافع ملی ما ارتباط داره؟ شما هم میهن گرامی که بر پایه، نه بر پایه بلکه در راستای آنچه که در ایران پذیرفته شده میگویید که ما چرا باید دست از سر سوریه برداریم؟ سوریه متحد ماست و اگر سوریه رو ضعیف کنیم اسرائیل قوی میشود. مگر منافع ملی ما ایرانیان در تقویت سوریه و تضعیف اسرائیل است؟ کجای منافع ملی ما با منافع ملی سوریه یا ضعیف کردن اسرائیل پیوند داره؟ منافع ملی ما چیست؟ توانا کردن ایران، پاسداری از مرزهای ایران، گسترش نفوذ ایران از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در منطقه و در سرتاسر جهان، چرا این پیوندی دارد با جنگ داخلی سوریه؟ چرا ما نباید گریبان خودمون رو از این خاورمیانه عربی رها بکنیم؟ چون مردمی هستیم از خانواده کشورهای مسلمان، به همین دلیل همین رو باید بپذیریم. چون در درازای تاریخ گذشته چند بار دولت‌های عربی به خاک ایران تجاوز کردند، یک بار درگیری‌هایی بود که در دوران
رژیم محمد رضا شاه میان ایران و عراق در گرفت و در اونجا خوشبختانه با درایت صلح صورت گرفت و ماجرای اروندرود، پیمان اروندرود بسته شد. و در دوران جنگ ایران و عراق یکی از کشورهایی که پنهانی از همین دولت جمهوری اسلامی پشتیبانی میکرد و جنگ افزار به ایران میرسون همین اسرائیل بود. در اون دوران کسی نمیگفت که اسرائیل باید نابود بشود، بلکه با اسرائیل پیوند و روابط داشتن، سفر میکردن، مذاکرات میکردن، معاملات میکردن، از راه دلالان اسرائیلی جنگ افزار میخریدن در مقابل عراق. در حالی که تمام کشورهای عربی یک پارچه متحد عراق بودند، درست است تنها سوریه بود که متحد ایران باقی ماند، اما در اونجا ما یک منافع ملی داشتیم. پشتیبانی از یک حکومت تبهکار خونریزی مانند بشار اسد با این کارهایی که در برابر مردم خود انجام داده با کجای منافع ملی ما پیوند داره؟ چرا ما باید درگیر جنگ داخلی سوریه باشیم؟ ایران که در جنگ داخلی سوریه جبهه متحد ایران، بشار اسد و روسیه پیروز هم بشود، جدا فکر میکنید که در صورت تقویت حزب الله، حماس و سوریه اسرائیل دست از سر ایران برخواهد داشت؟ سخنان همین امروز نخست وزیر اسرائیل گواه بر این است. اونها به دنبال بهانه برای دخالت نظامی در ایران هستند. آیا درست این نیست که رهبران سیاسی کشور این بهانه ها را از دشمنان خود بکاهند، از اونها بگیرند؟ حل من مبارز طلبیدن که درست نیست. این که ما بیاییم بر سینه بکوبیم که چون اسرائیل کشوری جعلی است ما باید در کنار مردم سوریه باشیم، ما باید از خلق قهرمان فلسطین پشتیبانی کنیم، از این شعارهایی که 40 سال است واقعا با شکر در هم آمیختند و مانند زهری به حلقوم ما فرو میکنند. چرا منافع ایران در این است؟ در کجای این نوع جنگ و ستیز ما سودی برده ایم؟ چرا باید دیگر کشورهای خاورمیانه رو با خود دشمن کنیم؟ جای گفتگو نیست که کارهای دولت عربستان سعودی در مقابل حوتی ها در سوریه، در یمن پوزش بخواهم، بسیار جنایتکارانه است و نادرست. اونها به جنگ داخلی خونریزانه در یمن پرداختند و همین چند روز پیش رهبر سیاسی حوتی ها رو هم کشتند به دنبال یک بمباران هوایی. در این جای گفتگو نیست که این کار اونها کار جنایتکارانه است، باید محکوم کرد. ولی چرا ما باید در جنگ داخلی یمن بازی کنیم؟ چرا منافع ملی ما در این است که با کشوری مانند عربستان از یک سو، با کشوری مانند اسرائیل از سوی دیگر، با ایالات متحده آمریکا، با دیگر کشورهای اروپایی، با همه سر ستیز داشته باشیم به بهانه حفظ منافع ملی؟ نه دوست گرامی، اینها حفظ منافع ملی نیست، اینها حفظ منافع حکومتی است، حکومتی که حکومت دینی است، که برای حفظ منافع موجودیت خودش برای دستمالی قیصریه را آتش میزنه. حکومتی است که برپا یک جهانبینی مذهبی دوست و دشمن تعیین کرده و دنیا رو با ایران دشمن کرده. نگاه کنید به این واقعیت که در این هفته های گذشته بهای ارز ایران 40% ارزش جهانی خودش رو از دست داد. تصور نمی کنید که در زندگی روزانه مردم ایران، در ایرانی هایی که در به خارج سفر می کنند، اونهایی که در کار بازرگانی هستند، چه فاجعه‌ای این رفتار می‌آفرینه؟ این تحریم‌ها چرا ما باید با درایت دست از سر این جنگ افروزی‌ها بر نداریم؟ درست گفت میگویید، من سخن من رو درست فهمیدید. ما باید دست از سر این به اصطلاح متحد خود در سوریه برداریم. متحد ما نیست، متحد جمهوری اسلامی است، متحد حکومت آخوندی است، که به درستی میگویید حکومت آخوندی، حکومتی که اصلا خودش آخوندی نیست، مذهبی نیست، یعنی دولت بشار اسد، و صدها هزار نفر از شهروندان خودش رو پرپر کرده. نیمی از جمعیت سوریه به دنبال این جنگ داخلی از خانه و کاشانه خودشان
به جایهای دیگر پناهیدند. من نمیگویم که همه بحران سوریه به دلیل رفتار بشار اسد است. خیلی ها در این کار دست دارند. ایران، روسیه، از سوی دیگر کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، از جمله دولت آقای اوباما، خانم کلینتون، در براه انداختن کارزار و جنگ داخلی سوریه دست داشتند و تاوان اون رو مردم و بخت برگشته سوریه میدن. ولی چرا باید این جنگ داخلی بخشی از سرنوشت مردم ایران باشه؟ دولت یک کشور بیش از هر چیز باید برای بهروزی، سربلندی، زندگی بهتر مردم اون کشور فعالیت کنه، نه برای وضع بهتر شیعیان لبنان یا علویان سوریه. من نمیگویم که ما باید چشم به روی زخم‌های دیگران ببندیم و دل مشغول نسبت به بدی‌هایی که نسبت به دیگران می‌شود نداشته باشیم. من نمیگویم نباید دل مشغول این گرفتاری‌ها نباشیم یا دل مشغول نباشیم. درست گفتم. چندین صفت رو استفاده کردم و فعل این وسط یک بار خودم هم فراموش کردم. ولی به هر روی چرا ما نباید نگران سر مردم سرزمین‌های دیگر نباشیم؟ باید باشیم. این به این معنا نیست که این نگرانی ما رو باید درگیر هر جنب و جوش و جنگ داخلی و هر گرفتاری در هر گوش و کنار جهان بکنن. دولت در ایران مسئولیت پاسداری از منافع ملی مردم ایران رو داره، بهبود زندگی مردم رو داره. این که گویا بند نافی میان علویان سوریه و شیعیان 12 امامی وجود دارد که معلوم نیست این بند ناف کجاست، چرا باید ایران رو در جنگ داخلی سوریه درگیر بکنه؟ چرا ما باید متحدین خودمون رو در پایه دشمنی با اسرائیل تعیین بکنیم؟ تنها به دلیل اینکه بیشتر مردم ایران مسلمان و شیعه مذهب هستند؟ تنها به این دلیل منافع ملی رو پایگاه ها و دیدگاه های مذهبی تعیین میکنه. آینده مردم، بهروزی مردم، بهبود زندگی مردم، سربلندی جامعه، پیشرفت اقتصادی، گسترش دموکراسی تعیین میکنه. در پایان همین رو خدمت شما بگویم همیهن گرامی. دولت جمهوری اسلامی نمیتواند پاسدار منافع ملی مردم ایران باشد، نه تنها به این دلیل که حکومت دینی است، بلکه پاسداری از منافع ملی زمانی میتواند واقعی باشد که دولت نماینده ملت باشد. دست کم از راستا یک انتخابات نسبتاً آزاد، روی هم رفته باز، این دولت رو مردم برگزیده باشند. درست است که در بهترین دموکراسی ها هم سر گروهی از مردم کلاه می رود، اما روی هم رفته در این دموکراسی ها دولت اساساً نماینده اراده مردمه و مردم می توانند دولت رو تغییر بدهند. آیا ما در ایران چنین امکانی رو داریم؟ نه در گذشته در دوران پهلوی داشتیم، نه در دوران جمهوری اسلامی که بگوییم دولت نماینده منافع ملی ماست. در یه دوره کوتاهی در زمان زندیاد محمد مصدق دولت به راستی نماینده منافع ملی مردم ایران بود، چون ملت رو نمایندگی میکرد. در دوره‌های دیگر مجلس از هر گونه اعتباری افتاده بود. در دوران کنونی هم که ولی فقیه مطلقاً نماینده همه منافع است و به تنهایی ملت یا امت اسلامی رو در ایران نمایندگی میکنه. بنابراین آنچه که به نام منافع ملی میخوانید منافع ملی نیست، منافع یک حکومت فاسد خودکامه دینی در ایران است و این با منافع ملی یکی نیست. چگونه است که این حکومت نسبت به سرنوشت مردم سوریه، لبنان و فلسطین دل مشغول است، اما نسبت به سرنوشت مردم ایران هیچ گونه بهایی به آینده اونها نمیدهد، آزادی ها را از همه گرفته، زندگی اونها را تباه کرده. بهای ارز امروز چند صد برابر دورانی است که این حکومت به قدرت رسیده، به فرمان روایی رسیده.
اجازه بدهید که به ترانه‌ای که کارگردان برنامه برای ما فراهم کردند و چون اشاره کردم به زنده یاد محمد مصدق، شاید شما را هم به یاد اون دوران بیاندازه و به یاد اون مرد بزرگ، به این نگاه کنیم و سپس من رشته سخن رو دنبال کنم.
چشمه چشمه و دیگر آبی به جوی بار نیامد، خشکی چشمه چشمه و دیگر آبی به جوی بار نیامد. شیر پیر بسته به زنجیر، با سپاس فراوان از جناب امیر در این گزینش بسیار زیبا. چه ترانه زیبایی، سروده زیبایی از زنده یاد مهدی اخوان ثالث درباره پیر احمد آبادی، و چه اجرای بسیار بسیار با ارزش و زیبایی از خانم رئیس سادات. در بخش دوم برنامه سخن رو میخوام با شما آغاز کنم که در شاید هفته آینده و هفته آینده اگر زمان دست بدهد اون رو دنبال خواهم کرد. من به انگیزه پاره ای از برنامه ها و دیدارها و حتی اجرای یکی دو برنامه با بی بی سی به اروپا آمدم، اما در این حال در کنار اونها یکی از انگیزه ها که شاید دیگر برنامه ها رو بر اساس و بر پایه اون تعیین کرده بودم، شرکت در مراسمی بود به پاس بزرگ داشته دوست بسیار ارزشمندم آقای مهدی خانبابا تهرانی. من پیشینه سیاسی گروهی مشترک با ایشون ندارم، ولی ایشون رو یکی از انسانهای بسیار بسیار با ارزش دوست خود میدانم که سالیان درازی رو در این درازهای 84 سال زندگی در راه عدالت اجتماعی، حقوق مردم و کوشش‌های سیاسی گذرانده و اینک با همه بیماری‌هایی که با اون دست و پنجه نرم می‌کنه، در این برنامه در کنار نزدیک به 100 نفر از یاران نزدیک خودش که البته شمار یاران ایشان بسیار است، شب بسیار با ارزشی رو داشتیم، گرم و با ارزش. به این نمی‌پردازم چون یک نشست خصوصی بود. اشاره می کنم به این نشست برای اینکه بگویم ما تا چه اندازه کم از این نوع رفتارها در فرهنگ جامعه خودمون داریم. یعنی بزرگ داشتن انسانها در دوران زندگی و سپس پس از نبودن اونها تا چه اندازه در فرهنگ ما پدیدهی بیگان است. می دانم که کارگردان برنامه بعدها به من ایراد خواهد گرفت، آفتاب از این پنجره به تندی تابیدن گرفته و بخش چهره من نورانی شده، هیچ پیوندی با ماجراهای دیگه نداره، آفتاب است که بر این پنجره تابیدن گرفته و من فرصت کشیدن پرده رو در این جایی که هستم ندارم. این است که پاسی رو شما شکیبا باشید تا اینکه برنامه به پایان برسه. امیدوارم در برنامه‌های آینده این جنبه نورانی چهره بنده رو نبینیم. برون فرهنگی که ما با اون سر و کار داریم، فرهنگ تجاوز گستاخانه به همه ارزش‌های تاریخی است. یک لحظه نگاه کنید، من از درنگ کنید، من از این نشست دوستان پیرامون آقای مهدی تهرانی سخن گفتم، ولی بیاندیشید، بپرسید از خودتون
جز آرامگاه افسانه‌ای کوروش که نمی‌دانیم به راستی آرامگاه اوست یا نه، به ویژه پس از دوران اسلامی ایران چند آرامگاه و گور پادشاهان بزرگ رو میتوانید شناسایی کنید؟ شاه عباس در کجا آرمیده؟ شاه طهماسب صفوی کجاست؟ بیشتر شاهانی که آرامگاهشون در امان مانده اونهایی هستند که جنازه‌شون رو به عتبات فرستادن، مانند ناصرالدین شاه، یا اونهایی که در بیرون از ایران بودن مانند احمد شاه در عتبات دفن شدند، یا محمد رضا شاه که در بیرون از ایران فعلا دفن شده. اونهایی که در ایران بودن گور به گور شدن، هر کس بر سر کار آمده گور دیگران رو ویران کرده. شما اگر سفری به کشورهای اروپایی بکنید، مثلا به اتریش، میبینید که آرامگاه شاهزادگان دست ششم این کشور نه تنها محفوظه، پلاک داره، تاریخ داره، اونها رو پاسداری میکنن، افتخار میکنن به این تاریخ. در این کشور فرانسه، در این شهر پاریس که زمانی انقلاب کبیر فرانسه شد و خونها ریخته شد، هنوز تندیس های شاهان دوران پیش از انقلاب فرانسه در میدان هاست. هنوز خیابان ها به نام لویی 14 و 15 و 16 و دیگران نامگذاری شده. هنوز تاریخ خودشون رو به اون با افتخار نگاه میکنن. باستیل رو ویران کردن که زندان بود. ما افتخارها رو ویران کردیم، زندان رو نگه داشتیم. اوین هنوز هست. این رویداد دردناکی که در این چند روز گذشته با اون دست به گریبان بودیم، یعنی یافتن جنازه مومیایی شده ی رضا شاه که میدانید دورانی در مصر او رو به خاک سپرده بودن و سپس در دوران پس از شهریور 20 دولت کسانی رو فرستاد و جنازه رضا شاه رو پادشاه مملکت بوده در یه دورانی، او رو به ایران آوردن. 16 سال پادشاه کشور بوده در یکی از بحرانی ترین دوران ها. جدا از این که شما او رو میپسندید یا نمیپسندید، بر روی بخشی از تاریخ این کشور است. او رو به ایران آوردن و فدایان اسلام کلاس درس آقای بروجردی رو به هم زدن، چون شایع شده بود که میخوان بر جنازه او در قم نماز بخوانند. و او رو در شهر ری به خاک سپردند. و آقای خلخالی، این آدمکش بدطینتی که یکی از نام‌آورترین آدمکش‌های جمهوری اسلامی در آغاز بوده، از همان بدتر نبوده تازه. این آدم رفت و کوشش کرد که ظاهراً آرامگاه رو، یعنی خراب کرد، ولی جنازه رو نیافت. بنا بود که بیاید و تخت جمشید رو هم ویران بکنه که پدر من که در اون هنگام استاندار فارس بود به راستی ایستادگی کرد و جلوی این کار رو گرفت. یاد او هم بخیر. خب جنازه رضا شاه رو پیدا کردن، چه رفتاری باید نسبت به این کار انجام دهند؟ باید با احترام فراوان، چه از دیدگاه سیاسی، چه از دیدگاه تاریخی و چه از دیدگاه مذهبیت آینشی و چه از دیدگاه بر روی انسانی، او رو دوباره به خاک بسپارند بر همون جا و سنگی هم بر گروه بگذارن که این آرامگاه رضا شاه است. حالا کبیر و اینها رو بذارن کنار، آرامگاه رضا شاه است، نخستین پادشاه دوره پهلوی. راهی هم جز این نیست، اما چه میکنن معلوم نیست. تازگی هم نداره. تصور نکنید این رفتار تنها، این تجاوز به تاریخ تنها در دوران جمهوری اسلامی داره صورت میگیره. در دوران رژیم گذشته ایران، در کاخ نخست وزیری پس از پیکره علا، پیکرش فضل الله زاهدی بود، یعنی این وسط 27 ماه زمامداری مصدق حذف شده بود، اصلا نبود، نه در کتاب‌های درسی بود نه در کتاب‌های تاریخی. در چاپ تازه‌ای که در دوران جمهوری اسلامی از لغتنامه دهخدا، این کار کبیر و بزرگ زنده یاد ده خدا کردن، واژه پهلوی تنها درباره زبان به کار رفته و سکه و چیزهای از این دست، سلسله پهلوی حذف شده.
او رو اصلا وجود نمی داشته. خب این دست برده به تاریخ، این تجاوز به تاریخ به چه معناست؟ به این معناست که ما ارزشی برای تاریخ خودمون قائل نیستیم. تاریخ ما تاریخ قاچ شده است، تاریخی است که بر پایه اینکه چه کسی بر قدرت میرسد، کدام نیرو بر جامعه چیره است، ما تاریخ میسازیم و سپس افسرده میشویم که چرا جایگاه بزرگان خود را ارج نمیگذاریم. یکی از دردهای بزرگ تاریخ ماست که ما ظاهراً به این تاریخ بزرگ 2000 اندی ساله افتخار میکنیم. همین آقای احمدی نژاد خودش رو در پرچم ایران پیچاند و از کوروش و داریوش سخن گفت، از اون شاهان دور دور. به نزدیکی ها که رسید نمیتوانست درباره اونها سخن بگوید. چرا ما نمیتوانیم راستگویانه درباره دوران پهلوی داوری کنیم؟ چرا نمیتوانیم راستگویانه در مورد دوران قاجار داوری کنیم؟ هرچه در دوران قاجار انجام شد، به ویژه در نیمه دوم قاجار که دوران مدرنیته ایران بود، دوران ناصرالدین شاه، همه رو در دوران پهلوی اونها رو نقد کردند. نه تنها نقد کردند، به فراموشی سپردند، دربارش دروغ گفتند. هرچه در دوران پهلوی انجام شده، هر کار نیکی که در این دوران انجام شده، در دوران کنونی نه تنها به فراموشی سپرده شده، بلکه اصلا انکار شده. تاریخ رو به گونه‌ای به نسل‌های پس از هر نسلی به نسل دیگر می‌دهد که گویا پیش از اون تاریخی وجود نداشته. و یکی از دردهای به راستی بزرگ تاریخ رو زندگی اجتماعی ماست و در زندگی روزانه امروز ما هم ما این رو میبینیم. من به راستی لذت بردم از شرکت در این مراسم بزرگ داشته مردی که هنوز زنده است، چون خود این کار رو شاید بتوانم بگویم که خانواده من هم در خارج از ایران پایه گذاشت. چند سال پیش از درگذشت پدرم ما بزرگ داشته او رو برگزار کردیم و باید به راستی انسانها رو در زندگی ارج بداریم و پس از رفتن هم ارج بداریم. تاریخ ما این گونه نیست. تاریخ ما پر از حسادت، رقابت، بدگویی و ویران کردن ارزش هاست و این قولهایی که برای ما باقی مانده مانند فردوسی و حافظ و سعدی، اینها به راستی باید خیلی بلند باشند، خیلی بزرگ باشند که در درازای روزگار از گزند این همه رفتار زشتی که ما در تاریخ نسبت به بزرگان داشتیم در امان موندند. کجاست آرامگاه امیران و شهریاران و بزرگان تاریخ ایران با همه پلیدی هایی که این انجام دادند؟ کجا خواجه نظام ملک به خاک سپرده شده؟ کجا خواجه نصیرالدین طوسی؟ آرامگاه او به راستی کجاست؟ میگویند جایهایی رو، ولی به راستی این بزرگان تاریخ ایران در کجا در واقع هستند؟ چرا نباید ما نسبت به تاریخ خودمون بدون این گونه کینه‌ورزی ها داوری کنیم؟ چرا باید امروز بحث در بگیرد که با جنازه رضا شاه چه باید کرد؟ انسانی بوده نیک و بد، او رو باید به خاک بسپارید با احترام فراوان نسبت به یک انسان در گذشته. به هر روی انسانی بوده، بخشی از این تاریخ کارهای نیکی کرده و کارهای خطایی هم فراوان از او سر زده. ارزش‌های مثبت و منفی در تاریخ دوران پهلوی وجود داشته، ولی در فرهنگ ما اینگونه داوری نمی کنیم. ما خاکستری زیاد نداریم، ما سفید و سیاه داریم و من نمی دانم چه زمانی ما خواهیم توانست از این نوع رفتار کناره بجویم، از این نوع رفتار پرهیز کنیم و به راستی به تاریخمون با همه نیکی و بدی به اون گونه نگاه کنیم که کشورهای پیشرفته جهان، فرهنگهای پیشرفته جهان به این تاریخ نگاه میکنن، نه سیاه‌سفید بلکه سایه های گوناگون خاکستری. درجات گوناگون، انسانهای آمدند، کارهایی کردند، برخی نیک و برخی بد، و این تاریخ رو با این مجموعه باید بپذیریم.
مگر نه این است که ما با خیشاوندان خود اینگونه رفتار میکنیم؟ در همین خانه و کاشانه‌ای که شما پیرامون خودتون دارید، همه خاله ها و عمه ها و دایی ها و عموها، همه کارهایشون نیک نیست. برخی کارهایشون نیک است و برخی کارهایشان ناپسند، ولی شما روی هم رفته اونها رو به عنوان خیشاوند خود میپذیرید. خب شاید هم نپذیرید، ولی این جامعه بزرگ ایران خیشاوند ماست. اما باید نسبت به این تاریخ و نسبت به کسانی که در این تاریخ رنجی بردند و کاری کردند و حتی ستمی کردند، باید مدارا کنیم و بپذیریم. به این معنا نیست که اگر تندیسی از نادر ساختیم همه کارهای اون رو نیک بدانیم، همه کارهای اون رو در واقع نیک بدانیم. نه، نادر در دوران فرمانروایی و شاهی خودش کارهای پلید و زشت بسیاری کرده، ولی کارهای نیکی هم کرده. این رو در واقع ارزیابی کنیم و در برابر مردم قرار بدهیم. تندیس و آرامگاه رو ویران نکنیم. خوشبختانه یکی از تنها آرامگاه‌هایی که باقی مانده آرامگاه نادر است. ولی روی هم رفته ما نسبت به تاریخ بسیار بسیار نه تنها بدگمانیم، بلکه بدخو هستیم و همه چیز رو میخواهیم ویران کنیم. نگاه کنید به این وضعیت کنونی ایران، سرنوشتی که در برابر رهبران کنونی ایران رقم زده شده، در واقع همین رفتاری است که اونها نسبت به گذشتگان کردند. رفتاری است که در این 30 و اندی سال، نزدیک به 40 سال، نسبت به زنده یاد محمد مصدق کردند، حتی نسبت به دوران پهلوی کردند. چرا آیندگان نسبت به اونها خوشبین باشند؟ چرا درباره اونها داوری های بهتری بکنند؟ چرا اونها رو گور به گور نکنند؟ چرا نروند به آرامگاه خلخالی رو ویران بکنند؟ چرا نه؟ اگر این رفتار خلخالی در مورد آرامگاه رضا شاه درست بوده باشد، چرا ویران کردن آرامگاه خمینی نادرست است؟ از ستاد اندیشه به من پیام دادن که ما تنها 2 دقیقه دیگر وقت داریم. بله، در هفته آینده من امیدوار هستم که درباره این نخبه کشی با شما در تاریخ سخن بگم. ریشه های این نخبه کشی در تاریخ چیست؟ چرا ما نسبت به تاریخ خودمون از یک سوی اینگونه رفتار میکنیم و چرا در درازای تاریخ فرهنگ ما نخبه کشی رو روا داشته؟ چرا بیشتر شاهان ایران به مرگ طبیعی در نگذشتند و چرا بیشتر وزیران ایران در کهنسالی نمردند، بلکه در اوج قدرت فدای رقبا و یا پادشاه شدند؟ چرا باید تاریخ ما اینگونه باشه؟ چرا نباید بتوانیم فرهنگی رو بسازیم که در اون موضوع انتقام موضوع اساسی پیشرفت اجتماع نباشه، بلکه موضوع سازندگی، موضوع بهبود و بهروزی جامعه، پیشرفت جامعه، موتور اندیشه و نگاه ما به دنیا باشه؟ تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.